برنامه 35 هستیم، برنامه‌ای که قراره هر شب ساعت 22 از سامانه فیلم نت پخش بشه. یه برنامه درباره سینما همراه با نقد مصاحبه. 35 برنامه بود که ما قبلا به صورت یک DVD منتشر کردیم و در واقع قرار بود به صورت DVD به شب در شبکه خانگی ماهانه داشته باشیم و بعد تبدیلش کنیم به هفتگی. بعد دیدیم که فضای مجازی بهتر از شرایط شبکه خانگیه، بنابراین آمدیم توی فضای مجازی سامانه فیلم نت با شما هستیم از ابتدای جشنواره با پخش مصاحبه های بسیار جذاب با بسیاری از بازیگران و کارگردانان سینما. بعد برمیگردیم، هر هفته یک روز در هفته یک برنامه یک ساعته خواهیم داشت با شما در ساعت 23، روزش رو بعداً اعلام خواهیم کرد. 35 در سامانه فیلم نت. مهمون ویژه امشب ما آقای حامد بهداد هستند. سلام. سلام. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم. با این دوربین یا دوربین صحبت می‌کنید؟ سلام. سلام. و متشکرم که منو تو برنامه دارید. خواهش می‌کنم. آقای حامد بهداد عزیز ما امسال دو تا فیلم داره. یکی در نیمه شب اتفاق افتاد، یکی هم هفت ماهگی. در دو فیلمی که من از دیدم خیلی خوبی. البته من نیمه شب اتفاق افتاد خیلی بیشتر بازی دوست داشتم. عاشقانه بود، خیلی عاشقانه خوبی بود. خب خدا رو شکر. قبلاً عاشق شده بودی از این عشقا داشتی؟ همه شدیم حتما دیگه. نه اینطوری که یک عاشق یه زن مسن‌تر از خودت بشی. زندگی واقعی؟ زندگی واقعی. این چه سوالیه؟ نشدی واقعا؟ بالاخره آدما حتما براشون انواع اقسام حالتا پیش اومده دیگه. یعنی از اون مدل عشقایی که آدم عروسکی درست میکنه، عاشق عروسکش میشه، چه میدونم مدل مالنا، نمیدونم برعکسش، همه جوره هست. چون اینقدر خوب گریه کردی رو ما تعریف همه اونایی که دیدن تاثیر گذاشت. یک تیم خیلی متفاوت بودی تو اون فیلم. از اول این تیم اصلا نقشه رو دوست داشتیم مثل اینکه. آره خیلی از قصه خوشم اومد. موقعیت عجیبی بود. مشابهش توی فیلم خانم رخشان بنی اعتماد عشق نامتعارف بود که بین آقای عزت‌الله انتظامی و جوانیای سیمین معتمد آریا پیش می اومد. این اختلاف سنی و در واقع این نامتعارف بودن طبقات اجتماعی که در واقع خانا نیستند برای عشق ورزی به همدیگه یه چالشی به وجود میاره برای تماشاگر، ولی به هر حال عشق اونقدر برنده و شکافنده است که باز همیشه میبره توی دمپایی آبی، روسری آبی. چون دمپایی رو بد نبود گفت. آخه میدونن دمپایی رو که میذاشت آج ایرانی، یادت یه پلانی داره که دمپایی رو میذاره پیش پاش که برو. من روزه ندارم مثل تو، ولی روسری که آقای انتظامی گریه میکرد میگو اگه میخوای برو، دمپایی رو گذاشت جلو پاش و اون دمپایی رو. این پلان تو ذهن من خیلی مونده. اون موقع جوان بودی دیگه، اون موقع سال 72 بود مثل اینکه 73 بود مثل اینکه. بله آره. خب من یه شیوه خاصی میخوام باید مصاحبه کنم. بنابراین من یک سری کلمات میگم و این کلمات رو که میگم زندگی تو به چند دوره تقسیم کردم. یکی کودکی، نوجوانی، جوانی و امروز. بنابراین من یک سری کلمات میگم، خیلی کوتاه میخوام این کلمات رو جواب بدی و در واقع وارده و دلم میخواد که هر کلمه ای که من میگم تفسیرای خودتو بگی، ضمن این که میخوام یک مقدار بخشی از زندگیتم باشه. بخش اول کودکیه. خب میشه تولد 1152 26 آبان. پدر خب از آخر به اول پدرم فوت شد و در واقع رفتنش این خیلی توی این دو سال اخیر خیلی روم اثر گذاشته و همش جلوی ذهنمه. مادر. خب رابطه خیلی عاطفی داریم ما تو خانواده، همه با هم، هر چهار نفر به انضمام پدر، و تأثیر سلیقه اونها هم هست روی من. مادر همینطور خیلی هنر علاقه من هست و بود که من علاقه من شدم به تئاتر. شهر خراسان. شهر هم خراسانه بیشتر تا مشهد. یعنی تأثیری که میبرم از سرزمین خراسان میبرم تا شهرم بیشتر. شیطنت. با انرژی بیشتر شاید
آدم بیش فعالتری دیده شدم توی دوران بچگی تا کنون و خب بی هیچ نبوده. بازی همیشه اینجوری به نظر میرسه که تو بازی ها مغلوبم و شکست خوردم. کارتون منظورم دوران کودکیه. کارتون تقسیم میشه به کارتون های من تقسیم میشه به قبل و بعد انقلاب که خب قبل انقلاب رو دوست داشتم و کارتون ها و انیمیشن های بعد انقلاب خیلی خوب بودن ولی اون قبل انقلابی ها خیلی بهتر بودن. تظاهرات یادمه بشن یادمه بعدش هم داد و بیداد مردم و صدای گوله اینا یادمه و هم این که وقتی که 57 پیروز شد تو تظاهرات بودم قلمدوش پدرم، یعنی از توی میدون شهیاد که میرفت به سمت میدون آزادی یادمه که جمعیت چقدر زیاد بود و من رو دوش پدرم نشسته بودم. جنگ مهمترین چیزی که یادمه اسباب کشی بود، اسباب کشی و اینکه بار و بونه رو چیدیم پشت کامیون شوهر خالم و از تهران عازم نیشابور شدیم و گریه همسایه ها رو میدیدم من نمیفهمیدم چرا اینا گریه میکنن و اینا. اون اسباب کشی، اون سفر و بازگشت به نیشابور، تلخ کامی ها و ورشکستگی های پدر، از اون روز زندگی من یه افولی کرد. مثلا من وقتی تو بچگی خب من تهران بزرگ شده بودم و وقتی رفتم نیشابور لهجه های مردم رو نمیفهمیدم و متاسفانه دایی من زندگی ما رو یادش بود، میدونست ما چجوری زندگی کردیم. ما قشر متوسط بودیم، قشری بودیم که رشد کرده بودیم. یه جایی خیلی بد برای ما خونه گرفت، یه جایی که امنیت نداشتیم، محل زندگی بد و نشناختن اون لحجه. ما نمیشناختم اون لحجه رو، ولی به هر حال شهر مادریم بود، یعنی مادرم خودش نیشابور دنیا آمده بود و یواش یواش من نمیتونستم روحیه کودکانم رو با ناخودآگاه جمعی اون محله تطبیق بدم. میریم دوران نوجوانی، دبیرستان. نیشابور بودم و بعدش رفتم مشهد که مجاور شدیم بیشتر از هر وقت دیگری خدمت آقای امام رضا و استادم و پدر معنویم استاد حبیب الله بیگناه که من سال دوم دبیرستان وقتی که وارد کلاس شدم، وقتی دبیر ادبیاتمون معرفی شدن، دیدم که آقای بیگناه تشریف آوردن و از اون به بعد میل به توجه به مسائل معنوی در من بیشتر شد. مثلا برای مراجعه به نماز، برای مراجعه به روزه، برای مراجعه به زیارت، برای در واقع پرورش روح و اینها و به هر حال اینو از همه چیه زندگیمو من از امام رضا دارم. به هر حال مکانیزم فکر هر کسی یه جوریه، یه نفر فکر میکنه از عقل داره، یه نفر فکر میکنه از کوشش داره، یه نفر تو اینا محصول توفیق میدونه، هر کسی یه فکری میکنه. ما هم دلمون خواسته اینجوری با خودمون حال کنیم. درسام ضعیف بود همیشه. من تو راهنمایی که تو نیشابور بودم دوره 3 ساله راهنمایی رو من 6 ساله خوندم، ولی عوضش مثلا تو ورزش خوب بودم، توی 54 کیلو مسابقه بوکس میدادم. دوست از این ماجرا شانس آوردم در نیشابور کمتر، ولی از وقتی که وارد مشهد شدیم رفقای خیلی خوبی شامل حالم شد که توی رابطه باشون قرار بگیرم و همینطور توی تهران. کتاب خوب میخوندم توی دوران دبیرستان، خوب مطالعه دوران راهنمایی و دبیرستان مطالعه خوب میکردم. یعنی پدر من مهمترین میراثی که برای ما گذاشته کتابه، یه کتابخونه خیلی مفصل داره که اونو برای ما گذاشته و من اصلا از لابلای مطالعه کتابهای پدرم یه خورده فکر میکنم دچار رشد شدم، حالا کم یا زیادش منظورمو میخوام بگم. فیلم خب همیشه علاقمند به فیلم بودم. از 3-4 سالگی منو میبردن سینما در تهران که من فیلمایی که من اینجا دیدم
از سینمای هند مثلا چیزایی که یادمه فیلم شعله و سنگام و سورج که یک بازیگر فیلم راجندرا کومار بله همین که تو سنگام بازی میکرد راجندرا کومار بازی میکرد. سورج یادمه رفتم دیدم و چند تا فیلم دیگه هم بازم یادمه مثل رام و شام. من دوران جوانیه نورو جوانی دارم میگم دبیرستان دوره عرض میکنم خدمتتون توی تهران این فیلم‌ها رو می‌دیدم. بعد می‌خوام بهتون بگم مثلا سینما رفتن تو خانواده ما ارث بود و بابا و مامان منو می‌بردن سینما. نهنگ خشمگین یادمه ریچارد هریس بازی می‌کرد. بعد نبرد الجزیره یادمه. فیلم‌های زد، اعتراف، حکومت نظامی یادمه. خیلی فیلم فریاد زیر آب یادمه. مثلا اینا اکرانای مثلا دوم سومشه مثلا اینا اکرانایی که سینماهایی که بود و خیلی فیلم یادمه. اما توی نیشابور سینما وجود نداشت اون سالها و ما در واقع برای که کانون خانواده رو گرم نگه داریم، برای اینکه در واقع فضا رو گرم نگه داریم، ویدیوهای بتاماکس لای شمد و چادر و پارچه و فیلم و یواشکی میگرفتیم و میبردیم خونه‌های همدیگه، شبا تا صبح فیلم نگاه میکردیم. حتی اون موقع به خاطر داشتن فیلم و به خاطر ویدیوی بتاماکس آدما رو شلاق می‌زدن. یه جایی بود به اسم چهارراه تو نیشابور، من یادمه که به خاطر اینکه اگر کسی فیلم نگاه می‌کرد، فیلم‌های قبل از انقلاب مثلا، ما رنگارنگ مثلا نگاه می‌کردیم، ایتالیا نگاه می‌کردیم، دایجان ناپلئون نگاه می‌کردیم، راکی مثلا یک من یادمه دوبله هم بود نگاه می‌کردیم، فیلم‌های هندی، فیلم‌های ایرانی، فیلم‌های قبل از انقلاب، فیلم‌های آمریکایی که دوبله شده بود که خیلی هم تحت تاثیر دوبله اصولا دوبله قرار گرفته، دوبله ایران، دوبلاژ سینما ایران خیلی درجه‌ای که خودتون خوب می‌دونین. و تا اینکه دیگه سینمای نیشابور، سینما فیروزه اگر اشتباه نکنم افتتاح شد، سینما ساخته شد، افتتاح شد. اون سال‌هایی هم اونجا فیلم دیدیم و بعدش هم که رفتیم تو مشهد، پدرم دیگه VHS اومده بود تو بازار که من اونجا دیگه خیلی فیلم دیدم. یعنی آشناییم با سینمای دهه 40 50 60 70 اونجا هر شب من به مدت 2 سال من فیلم می‌دیدم، تا اینکه پدرم ناگزیر شد به خاطر پرداخت هزینه شهریه من در دانشگاه اون ویدیو رو بفروشه. ترم هر ترم بود 33,000 تومان یا 30,000 تومان، من چون سوم دبیرستان قبول شده بودم اون ویدیو رو فروخ 60,000 تومان، یعنی پول 2 ترم داد که من در واقع رزرو داشته باشم. و من سال 4 دبیرستان ویدیویی نداشتم که بتونم فیلم خوب باش تماشا کنم. یعنی تقریبا از اون به بعد دیگه این شامل حال فیلم ندیدن شد. عشق دوران نوجوانی. بله بله تجربه داشتم، ولی همیشه یک طرفه بود. من به خاطر بی‌اعتماد به نفسی، به خاطر اینها همیشه یک طرفه عاشق می‌شدم و همین باعث شد که شروع کنم دیگه شعر خوندم و با شاعرها آشنا شدم. همینطور این عشقای یه طرفه باعث شد که مثلا من سراغ مثلا سام برم، عشقای یه طرفه باعث شد که مثلا من شروع کنم به قرآن خوندن، شروع کنم به دیوان حافظ رو حفظ کردن. اینا اومد به جاش، اینا بود ماحصل عشق ورزیدن، اینا بود. جوانی دانشگاه سال 4 که تموم شد دیپلم گرفتم، خاطرم هست که دبیری ما داشتیم که این نمیخواست من قبول شم و داشت به طرق مختلف میخواست که از من تقلب بگیره. یه روزی من پشت نیمکت بودم و گفتم چی کار کنم که این حالشو خراب کنم. اینا دستم رو گرفتم شروع کردم یک نوشتن، وانمود کردم رو کف دستم تقلب نوشتم و هیچی هم کف دستم نبود، داشتم مینوشتم و یه جوری وانمود کردم که اون بتونه از راه دور ببینه و دید و فهمید که دیگه مثلا مچ منو گرفته و من کف دستم هیچی نبود و اینا. اومد و مچ دستت، کف دستت، کف دستت، بیا. خیلی جالب. خوب دیگه خراب شد و برای همیشه دیگه شرش از سر من کم شد و من معرفی شدم به نهایی. امتحانامو دادم تموم و رفتم تهران. قبل از که برم تهران با پدرم قهر بودم. پدرم همیشه اون خشمی رو که به من داشت هیچ وقت کم نشد. مرد نازنینی که اصلا همه وجودش پر از مهر بود و هست. من اصلا واقعا ما رابطه این آخر کاری ها که اصلا رابطه ما خیلی بی‌نظیر بود. ولی ما دچار سوء تفاهمی بودیم. شاید من نمیدونم چرا. اصلا نمیدونم، شاید
شاید چون من شبیه خودش نبودم یا شبیه مادرم بودم، شاید نمیدونم، این اصلا این مرد سنتی بود که اخلاقی بود که من به هر حال اونجوری نبودم، من به هیچ اصولی پایبند نبودم. این اصلا تعجب میکرد که این مرد سنتی خانواده مدار اصیل محترم که فقط به اینا اخلاق تدریس شده و آبروداری، اصلا این دیگه این چه پدیده ایه، نمیشناختش و نمیتونست کنترل کنه اینو. و صاحب زریباف عکاس همین چند وقت پیش، دو سه سال پیش، گفت آقای بهداد شما حامد واقعا میزدین؟ گفت صاحب جون تو اخلاق منو میزدین، من همیشه همین بودم، نمیشد با این جز این رفتار کرد، نمیشد این کنترلش کرد. و من قهر بودم باش و دانشگاه قبول شده بودم و دیگه میخواستم برم و گفت من میرسونمت، که پدرم رسون منو، من رفتم سوار قطار شدم. و وقتی که از هم خدافظی کردیم از توی سالن و کوپه و واگن و اینا، اونجا برای اولین بار دیدم که پدر یه خود پیر شده و خیلی ناراحت شدم. و بعدش دیگه چشمم افتاد به حرم امام رضا، خودم و خانوادم رو دعا کردم. ولی خب دیگه ولی اونجا مرحله بعد زندگیم دیگه شروع شد. اومدم دانشگاه، با یه فضای عجیبی مواجه شدم، با یه سری دختر پسری که یک فضای عجیبی بود، همه باهوش، همه پویا، همه اصلا فضای زنده، چیز عجیبی بود، مثل معجزه، انگار تیرت چلش رها شده مثلا تو فضا داره همینطوری سیر میکنه و داره هنوز میره و به هدف نشسته و همه چیز نو. دانشگاه سیاست، نه سوادشو داشتم نه گرایششو داشتم، به خاطر اینکه محافظه‌کاری پدرم و متوسط بودن طبقمون و همیشه ترس و احتیاط بیش از حد ما رو برحذر داشت که بخوایم دچار گزند بشیم. من فقط میخواستم از لابیرینت‌های وجود خودم، از دالان‌های وجود خودم یه آرتیست در بیاد و هنرمند باشم به اندازه کافی همین هنرمند بودن خودش جرم میتونه باشه، به اندازه کافی همین هنرمند بودن میتونه به زیبایی سالاری اضافه کنه و علیه زشت سالاری خودش یه فعالیت خوب محسوب بشه، نقد باشه بر جامعه، به اندازه کافی خودش این کافیه. یعنی سیاست بعدم که مده است، اینه که درباره سیاست هرگز من هیچ فعالیت خاصی نکردم، در حد رأی دادن بوده، در حد شنیدن اخبار بوده، در حد روزنامه خوندن بوده. مهمترین چیزی رو که جایگزین این ترس کردم، هران چه بیشتر غور کردن در بازیگریه، هران چه بیشتر غور کردن در تئاتر و سینماست، هران چه بیشتر کانورسیشن و گفتگو داشتن با هنرمندا و اساتیدمه. خب اصلاحات سال بعدی سعید حجاریان سال بعدی، توسعه سیاسی سال بعدی، رمان این رمان از اون دستاوردهای دوران دبیرستان بود. پدرم خیلی الکساندر دوما دوست داشت و همش قرش طوفان، سه تفنگدار، من مثلا معینا رو میخوندم. شعر این میراث خانواده‌مونه، تک تک خانواده های مشهدیان، شابوری ها، سبزواری ها، تو خراسانی ها شعر، دوتار، تار، نی، اینا هست. اونجا شهر شعره. پدرم که فردوسی رو حفظ بود، شاهنامه رو حفظ بود واقعا. بعد خودم هم که خب ارادت عجیبی داشتم خدمت حضرت حافظ رو دارم. توی اینها کمتر با چیز، با شاملو و سهراب سپهری، بیشتر با فروغ، مهدی اخوان ثالث، این و کمی نیما یوشیج، جلال آل احمد. کارهای آقای آل احمد رو تو دوران دوم سوم دبیرستان شروع کردم، اول دبیرستان، نه تو نشابور شروع کردم، مثلا با مدیر مدرسه شروع کردم مطالعه کردن. بعد یواش یواش درباره آشنایش با ابراهیم گلستان مطالعاتی کردم، هم دوره بودنش با فروغ فرخزاد، یا اینکه ناصر تقوایی رو معرفی میکنه به ابراهیم گلستان، چون ادبیات کارگری مینوشت و استاد تقوایی، که دیگه مرور کردم کتابای آل احمد رو. سمندریان، از مشهد میخواستم بیام تهران، اونجا آقای رضا صابری و یکی از دوستان مرحومم که نمایش نویس بودن، آقای حمید صالح آبادی، حمید صالحی، گفتن که اونجا آقای سمندریان رو ببین وقتی رفتی.
با مادرم روزای اولی بودیم که تو تهران اومده بودیم برای ثبت نام دانشگاه، تو پیاده روی خیابون انقلاب روبروی دانشگاه ایشون رو زیارت کردم برای اولین بار و حمید گفت ایشون آقای سمندریانه. ولی بعدها رفتم توی مدرسه شون ثبت نام کردم، همزمانم تو دانشگاه شاگردشون بودم و بیشترین تأثیر و آموزه‌های بازیگری رو از استاد سمندریان دارم و ایشون مثل پدر من بودن و خیلی خیلی به من لطف و خیلی به من علاقه داشتن و من با همه عشق و ارادتم تعظیم عرض میکنم خدمتشون. ایشون خیلی در رشد بنده نقش داشتن و همینطوری و همین گونه در رشد و در واقع ارتقای بازیگری خیلی 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 از بازیگرایی که در حال حاضر موفق هستند در سینما تئاتر این مملکت باعث رشد و در واقع دیده شدن وجود خیلی از ماها شدن. آخر بازی سال 1377 یا 8 توسط رامباد جوان معرفی شدم به همایون اسدیان و دیگه اولین ورودم به سینما بود که با شکست مواجه شد، فیلم نفروخت و همون سالهایی بود که در واقع میخوام تو یه جمله رو با آخر بازی بگی و بازیت بگی. هر فیلمی رو میپرسم این جمله رو میخوام. الان آخر بازی خب به هر حال ورود من به سینما بوده دیگه، شروع و استارت و آغاز بوده، آغاز یک پروسه کاری بوده، آغاز یک مرحله جدیدی، ورود میدونی ورود به مرحله ورود به سینما بوده برای من. چای تلخ از طریق خانم ناهید تقوایی خواهرشون که دوست مادرم بودن بالاخره تونستم آشنایی در واقع بگیرم از ایشون و وقت و رابطه‌ای بگیرم که بتونم تو محضر ایشون هم به صورت آزاد رفت و آمدی داشته باشم، تا جایی که یواش یواش ایشون این بار عام و این فرصت رو به من داد که من تو فیلم چای تلخ براشون بازی کنم. رفتیم آبادان و چه لحظه‌های عجیبی بود و من چقدر از آقای تقوایی تو سینما آموختم. اسمش یک کلمه است اون چیزی که من میگم، تمرین. اما یک پروسه و یه روند به شدت باید درکش کنی، یک جاییست که باید بفهمیش. همه چیز رو باید تمرین میکردی. ما اونجا به خاطر وسواس های آقای تقوایی اول دچار کلافگی میشدیم، ولی بعدها من درست تو اون پروژه فهمیدم تمرین کردن یعنی چی. خیلی من از آقای تقوایی آموختم. ای کاش این فیلم ساخته میشد، تمام میشد و ما این فیلم رو میدیدیم. سندی از استادی، سندی واقعا از استادی آقای تقوایی بود. هرچه تمامتر پلاناش موجوده نصفش. اما عدم همکاری آقای سعید حاجی میری با تقوایی و تحمل نکردن یه استاد هنرمند رو، اینکه ما همه نه همه صاحب ایگوییم الحمدلله، همه خشم داریم، همه ایگوییم، همه خودمون رو امپراتور و شاه میدونیم و دیگه، حاضر نشد که از حقش، من نمیگم حق نداشت، یه جا باید حاضر نشد کوتاه بیاد که این سند ساخته شه، کمک بگیره از سینمای ایران، از وزارت ارشاد، از سپاه، از ارتش، از هر کسی که زورش میرسه این فیلم ساخته شه. هرچی هم که با هر کسی که با سعید حاجی میری در این زمینه حرف زد، سعید حاجی میری هم یه حرفایی زد، یک صحبتایی کرد که خب ظاهرا یا حتی باطنا حق داره، ولی باید کوتاه میومد تا این فیلم ساخته شه. حیف شد. بوتیک اونم اون لحظه عجیبی بود. دومین فیلم سینمایی بود. قبلش با مسعود آبپرور کار کرده بودم. بعد آخر بازی 2 سال بیکار بودم بعد آخر بازی و فیلم نفروخت، فیلم دیده نشد به اون صورت. فیلم خوب همایون اسدیانم بود، واقعا فیلم خودش بود. و 2 سال بیکاری و 2 سال واقعا بازم اون ترسایی که همیشه میگفتم اینا، تا منجر شد به آشنایی من با حمید نعمت‌الله توسط دوستم اردشیر افشینراد و هادی انباردار توی دفتر هدایت فیلم. و اردشیر افشینراد مرحوم اردشیر، مرحوم اردشیر، بله، هم کلاسم بود تو دانشگاه اردشیر خدا بیامرز. منو با حمید و همینطور هادی انباردار با حمید نعمت‌الله منو آشنا کردن و من اون فیلمو بازی کردم و از اونجا به بعد برای من توفیق رقم زده شد. تازه من از اون به بعد زندگیم عوض شد و تند و تند پشت سر هم نقش گرفتم، کار کردم، رشد کردم، دیدم که دارم قد میکشم و داره همه چیز اندازه استعدادم میشه، اندازه اون چیزی میشه که تو بازیگری آموخته بودم، اندازه اون چیزی میشه که من میخواستم تو بازیگری اونو نشونش بدم، اون استعدادم رو، اون چیزی رو که میفهمیدم در من وجود داره اونو نشونش بدم. و واقعا میگن روز از روزت بهتر شد، از اون به بعد شد کافه ستاره.
اونم جزو فیلمای خوبم بود که توی دفتر هدایت فیلم اتفاق افتاد. با سامان مقدمم توسط باز دوباره اردشیر افشینراد دوستی داشتیم، با سامان از طریق اردشیر دوست شدیم، آشنا شدیم و اونم نقش خوبی بود و جزو فیلمای خوبه تو کارنامه. روز سوم فیلم خوبم و بازی خوبم محسوب میشه. وقتی که داشتم اون نقش رو بازی میکردم فکر میکردم که این جار و جنجالی که تو دوران جوانی را میلازم که من خوبم، من خودم، من بهترینم و اینها، فکر میکردم با روز سوم در واقع میتونم ادای دین کنم به ادعایی که دارم و اینا. لذت بردم تو دوران جوانی از این که این نقش رو بازی کردم، از اقبالی که در واقع اقبال عمومی که شامل حال نقش و فیلم شد و اینا، خیلی 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 خوشم اومد. هنوزه که وقتی بازی رو توی اون فیلم میبینم که توی سن مثلا 32-33 چقدر از پس نقش خوب بر اومدم و چقدر با تبحر من این کار انجام دادم، این نقش رو بازی کردم. موسیقی، خب به هر حال موسیقی مجاور شغل ماست، یعنی ما تو سینما تئاتر باهاش همدم بودیم همیشه و از طرفی علاقمندی من به موسیقیایی که توی دوران کودکی شنیدم یا به خود نفس نوازندگی، به آواز خوندن، به ساز زدن همیشه وجود داشته و من همیشه در یه سطحی باهاش همراه بودم با موسیقی. تجدد بستگی به این داره که این تعین ذهنی باشه یا عقلی. اگر که این چیزی که ما داریم میبینیم تعین ذهنی باشه، این در ادامه چیزیه که قدرت میخواد اینو برای ما تبدیل به تجدد کنه. اما اگر این صور عقلانی باشه، این تجدد میتونه در جهت پیشبرد اهداف انسانی باشه. چیزی که به عنوان تجدد برای من قابل نقده، ابزار و اشیاییه که قدرت در واقع اینو به عنوان تجدد برای ما به معقولیت و مقبولیت مینشونه. و این اون همون و این تجدد میتونه به ضرر ما باشه اگر که در ادامه قدرت باشه، ولی اگر در ادامه عقلانیت باشه و در ادامه رشد باشه، به نظر من این همون چیزیه که ما میخواییم. حقوق بشر، ما هنرمندا که من کمترینشون هستم، دیگران بیشترینشون، هر شب که میخوابیم به خاطر حساسیت‌های بیشتری که داریم و اتفاقا به خاطر صدمه بیشتری که خوردیم و رنج بیشتری که میبریم، قبل از خواب هر شب خودمون رو مرور میکنیم. همه ما کسانی هستیم که چون حساسیت بیشتری داریم، قبل از خواب همیشه درباره اعمال روزمون فکر میکنیم. به خاطر فطرتی که خداوند در همه بشر گذاشته و فقط ما کمی حساس‌تر هستیم، من باز کمتر، شما همه بیشتر، هر شب مرور میکنیم خودمون رو. در یک فضای هنرمندانه و در یک خلوت هنرمندانه، در یک لابیرنت تنها و تنها، همیشه داریم خشم خودمون رو مرور میکنیم. میزانی از نفسانیت خودمون و ایگوی خودمون رو داریم مرور میکنیم. و اگر در این تنهایی به صورت فردی تنهایی هر کدوممون به یک نتیجه‌ای برسیم که اون نتیجه منتج از شعور باشه و با وجدان و با فطرت موازی باشه، اون وقت میتونیم درباره حقوق بشر بفهمیم که چه چیزی جهان لازم داره. از روی خودمون میفهمیم، از روی احساس خودمون، از روی همون فطرتی که از اون روی اون وجدانی که خداوند بهمون داده. اسمم در کاندیداهای جشن ملی منتقدان عزیز بود و دو شب قبلش من در آوردن. چرا؟ اشکال نداره، به خاطر اینکه حالا حالا چی؟ نمیتونیم صحبت کنیم چون به اونها بی احترام میشه. نه من واقعا دوست دارم. خب نه حالا چی؟ کدوم فیلم؟ من اعتقاد دارم که نه اونم نمیتونیم بگیم چون بگیم لو میریم.
حالا اینکه این سهم از اینجا به من برسه و حالا این بره دست کسی اشکال نداره. کی گریه دیدی؟ اگر اونو بگیم حتما لا میریم. برای فردا شب شما هم برنامه داریم، ساعت 22. یه سری اسم فقط یه جمله میخوام بگی راجبشون، یک کلمه یه جمله، هر چیزی که کوتاه‌تر بهتر. یک، هاشمی رفسنجانی. سیاستمدار. بهروز وثوقی. بهترین بازیگر تاریخ سینمای ایران. فردین. سلطان سینما. قالیباف. شهردار جان والژان. هدیه تهرانی. هدیه تهرانی شکران. رابرت دونیرو. استاد بازیگری. فرهاد. فرهاد خواننده. آره. گنجشکک هشیمشی. گنجشکک هشیمشی لب بوم ما مشی. فریدون فروغی. اونا دست بیه که شعراشو میگن دیگه، این قوزک پا. دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره. بیتل ها. صفحه گرامافون. پینک فلوید. بهترینن. التون جان. بهترین. خوب. محسن رضایی. آی طالقانی. باران کوسری. رفیق. رفیق جولیا رابرتس. دنگوشات نه جولیا رابرتس بانوی زیبای من، اون پرتی وومن بود. آره اون. رویا لونالی بازیگر خوب. مسعود کیمیایی کارگردان خوب. داریوش مهرجویی آرتیست به تمام معنا. حامد بهداد کوچیک شما مخلصتم خیلی من. متشکرم. مرسی.